سلام، وقت بخیر. به خبرهای ساعت 8 شب از سلویسون بیگ با من محمود رسولی خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 دل و 1399 خورشیدی است. نخست هم سر خط چند خبر ماهیم. مسدود شدن شاهراه جوزجان بلخ از سوی معترضین. وارشان تلفات سنگین بر افراد طالبان در کندهار. و حمله هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه. مشروع خبرها. صدها تن از باشندگان جوزجان برای آزاد نشدن عبدالرؤوف از چنگ آدم ربایان شاهراه جوزجان بلخ را به روی ترافیک بستند. شماری از این اعتراض کنندگان حکومت را به بی‌توجهی به خواسته های معترضین متهم کند. از ربوده شدن عبدالرؤوف طفل 9 ساله بیش از 100 روز می‌گذرد، اما تا اکنون حکومت موفق به آزادسازی این طفل از چنگ آدم ربایان نشده است. صدها تن از باشندگان جوزجان بزرگراه جوزجان بلخ را بستند. صدها تن از باشندگان جوزجان چادر تحصن برپا کرده بزرگراه جوزجان بلخ را بسته حکومت را به بیتوجهی متهم می کنند. معترضان هشدار می دهند در صورتی که بیتوجهی ها در زمینه همچنان ادامه یابد، بر علاوه بزرگراه ها بنادر تجارتی، ادارات دولتی و بزرگراه های شمال را می بندند. عبدالغفار دهقان یکی از معترضان میگوید از اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله بیش از 100 روز میگذرد، اما حکومت در زمینه هیچ تلاشی را که بتواند در رهایی این کودک مؤثر واقع شود انجام نداده است. به گفته وی، اگر حکومت مرکزی بیشتر از این در پیوند به این رویداد بیتوجهی کند، دست به نافرمانی های مدنی میزنند و درب ریاست جمهوری را نیز می‌بندند. دولت بارها با ما تعهد سپردند، دولت محلی بلخ و به خصوص زیاد وعده‌ها و وعیدهایی داشتند که گویا ما به این مدت وقتی را دسکیر میکنیم و چندین عملیات‌های را در جریان نیمه قدر مدت اینا اجرا کردند، متاسفانه ناکام بودند. ناکامی از اینا و عدم دسترسی دقیق از اینا به می قضیه ما دولت متهم به می قضیه میکنیم. اسدالله بهرامی یکی دیگر از معترضان هشدار می‌دهد اگر حکومت به زودترین فرصت تصمیم جدی را به منظور رهایی عبدالرؤوف 9 ساله روی دست نگیرد، در برابر حکومت می‌ایستند. بناهن ما پیام سری از اولسوالی های پنجگانه آقچه به حکومت محلی، به حکومت مرکزی داریم، اگر به اسرع وقت یا به زودتر در این موضوع اقدام جدی صورت نگیرن، وضعیت از کنترل می براید. در اینجا که شما می بینین در تصامیمی که گرفته میشه تنها ترکمن ها نیست، تمام مردمی که در شمال زندگی می کنن، پشتون ها، تاجک ها، ازبک ها، عرب ها و در مجموع همه ملیت ها به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان تلاش میکنن. از سوی هم صدها موتر در دو طرف جاده از ساعتها بدین سو گیر مانده و اجازه رفت و برگشت را در این مسیر ندارند. یعنی بز شو لحظان گوزنده ایرتانه و شیرخان بندره و چشمه شیردن قایتره بودیست. بنا بلم درای اخچانه قایتره بودیست. اما بزن سیزن مقصدنگز نامه بو دولتتن دیسنگز، اینده یا اقتام بعدینگز نامه دیسنگز، بز دولتا شو دران یرده اشتار بریوست که بز اینده شو تسان یرلمزی قوی برمیوست. این در حالی است که عبدالرؤوف 9 ساله بیش از 100 روز پیش از سوی آدم ربایان از شهر مزار شریف ربوده شده بود. در پی عملات هوایی نیروهای افغان در ولایت کندهار به 7 طالب مسلح کشته و زخمی شده است. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه میگوید نیروهای هوایی افغان در ولسوالی های ارغنداب، ژیره و پنجوایی ولایت کندهار بالای طالبان حملات هوایی را انجام دادند که در نتیجه 19 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. در نتیجه ضربات قوه هوایی کشور در ولایت کندهار 27 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند و
وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک ضربات هوایی را بالای موقعیت‌های گروه طالبان در مربوطات ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری و پنجوی ولایت کندهار را اندازی نمودند. در این خبرنامه آمده است در نتیجه این ضربات قوه هوایی کشور 19 تن از افراد طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشته است. با قبل از این خبرنامه در اثر این ضربات هوایی 4 ارادم موترسایکل، یک قاب دوربین، مقداری از سلاح و تجهیزات نظامی گروه طالبان تخریب و 95 القماین نیز کشف و خونسا گردیده است. گروه طالبان تا اکنون در رابطه با این رویداد چیزی به رسانه ها نگفته است. در پی درگیری و عملات هوایی نیروهای افغان در ولایت غور 300 طالب کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه گفته است نیروهای افغان در غرب مرکز ولایت غور در منطقه آهنگران با طالبان درگیر شدند که در نتیجه درگیری و عملات هوایی 8 طالب مسلح کشته شده و 5 تن دیگرشان جراحت برداشتند. در اثر درگیری و حملات هدفمند نیروهای افغان در ولایت غور 13 طالب مسلح کشته و زخمی شده است. وزارت دفاع ملی با بخش خبرنامه‌ای می‌گوید شب گذشته نیروهای افغان در منطقه آهنگران مرکز ولایت غور با طالبان مسلح درگیر شدند که در نتیجه این درگیری و حملات هوایی بالای قرارگاه‌های گروه طالبان 8 طالب مسلح کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشته است. در این رویداد به مردم ملکی و نیروهای امنیتی هیچ نوع آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه ها نگفته است. حملات گروه طالبان مسلح در ولایت غور در این اواخر افزایش یافته است که مردم این ولایت از افزایش حملات گروه طالبان مسلح در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. نیروهای امنیتی از انفجار 4 القماین جاسازی شده در 3 ولایت کشور جلوگیری نمودند. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه گفته است منصوبین پلیس ملی در ولایات فاریاب، کابل و کندهار 4 حلقماین جاسازی شده را کشف و خونسا نمودند. این ماین‌ها برای ضربه زدن به نیروهای امنیتی از سوی مخالفین مسلح دولت جاسازی شده بود. خبرهای ورزشی را همکارم انسام دین ایدری تقدیمتان می‌کند. برام یاد خدا با عرض سلام با خبرهای ورزشی این ساعت با من احسام الدین حیدری از تلویزیون بیک خوش آمدید. در ادامه بازی‌های سری ای ایتالیا دیشب تیم انتر در مقابل لاتزیو رفت و تیم فوتبال انتر توانست تیم فوتبال لاتزیو را با نتیجه 3-1 شکست بدهد و گل‌های انتر توسط روملو لوکاکو در دقایق 22 و 45 و لوتارو مارتینز در دقیقه 64 به ثمر رسید و تنها گل تیم لاتزیو هم توسط گونسالو اسکالانتا در دقیقه 61 زده شد. در بازی که شب گذشته تیم‌های فوتبال ویاریال و ریال بتیس با هم داشتند، تیم فوتبال ویاریال با نتیجه 2-1 شکست خورد و گل‌های تیم ریال بتیس توسط نبیل فکیر در دقیقه 45 و ایمرسون در دقیقه 52 زده شد و همچنان تک گل تیم ریال بتیس توسط جرارد مورنو در دقیقه 65 به ثمر رسید و با این پیروزی مجموع امتیازات تیم ویاریال به عدد 36 اما از تیم بتیس به عدد 33 رسید. و همچنان بعد از بازی که شب گذشته تیم منچستر یونایتد با وست برونویچ داشت بازی به تساوی 1-1 رسید و بعد از آن سولشایر سرمربی تیم منچستر یونایتد در ویدیو کنفرانس به رسانه ها گفت که هیچ تیمی از تلاش برای کسب عنوان قهرمانی دست نمی کشد. لیگ تورنمنت غیر قابل پیش بینی است، درست مانند زندگی، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، پس ما هم به نایب قهرمانی اکتفا نمی کنیم. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. Thank you.
این بود مجموع خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا درود بعد. بدرود.